هتل گلشهر بفهم. من یه اتاق رو به دریا یا رو به جنگل میخوام. اگه رو به دریا باشه بهتره. آقای محترم، ما اینجا همه اتاقامون رو به خیابونه، خیابونامون هم سر صدا زیاد داره، پر دود و دمه. اینجا هم تهرانه، جنوب فرانسه هم نیست که دریا داشته باشه. احتمالا شما اشتباه گرفتین. خدا نگهد. دیگه خانم قد نکن دیگه. حمزه خدا خفت نکنه. خیلی ممنونم از این ابزار لطفتون. ابزار لطف چیه بی سواد؟ ابراز لطف. متاسفانه هم دلم خیلی برا تنگ شده. کجایی؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ همچین ولایت جا خوش کردی ها. میگی خانم برای همین تلفن کردم. برای چی زنگ زدی؟ همینجا من یه چند روزی اگه میشه اینجا بمونم خوب دیگه. خبریه مگه؟ اتاق نوزر لطفه. بعد که اینجا عروسی داریم دیگه. ای نکنه عروسی خودت ناقلا. عروسی خود؟ نه من غلط بکنم بدون شما آقا گلشهر عروسی بکنم که ها؟ خیلی خب باشه، منم به عمو جام. البته با وجود اینکه کارهای من سنگین تر میشه و دلم هم متاسفانه خیلی برا تنگ شده، ولی خب اشکال نداره دیگه. منم به عمو جام میگم که چند روز بیشتر بمونیم. باشه دیگه. آ نیکی خانم، از این فرمایشا نداری؟ از کدوم فرمایشا؟ فرمایش دیگه ها. نه کاری ندارم. تو کاری نداری؟ من نه دیگه. نه. باشه، به مادرت هم سلام برسون. باشه، شما هم سلام برسونید. باشه، خدافظ. نیکی؟ نیکی جان؟ این زیر چه کار میکنی؟ عمو جان، تقصیر شماست دیگه. به خاطر اینکه همین جدول رو نصف نیمه حل میکنی. مثل غذایی میمونه که آدم بکشه تو بشقابش، نصفشو بخوره و نصف دیگه قابل خوردن نیست که. ببخشیدم. من اینا گذاشته بودم وقتی گشنم شد بخورم. لطفاً به بشقاب غذای من کاری نداشته باشید. عمو جان پس من چی؟ ببین عمو جان، آدم وقتی پیر میشه فکر ذخیره کردن میفته. بله ذخیرتونم اینجاست، خبرم دارم ازش. ولی میگن آدم وقتی پیر میشه به فکر ذخیره آخرتش میفته. اینم ذخیره آخرته. ای جدول؟ بله. عمو جان جدول کلمات متقاطع ذخیره آخرته؟ اسبابش عمو جان. جدول حل کردن برای آدم بیکار مثل فیلتر میمونه. فیلتری که نمیذاره فکر رو بعد سراغ آدم. خب به جمالت، فکر بعد مقدمه عملی بده. مادرم میرم و برمیگردم. لطفا فکر دست برد زدم به ذخیره من نداشته باش. چون انباری که حمزه درست کرده شطور با بارش گم میشه. وقت تلف نکن. چشم. حتما باشه، قول میدم. هم جزیره‌ای در جنوب، هم وقت و موقع. میشه کیش نه، هرمز نه، هنگام، هنگه آمه، هنگام. خب همنشین میز، صندلی، سند، نه، نیمکت، نیمکت. یکی از افلاک، هرمو، نه، مریخ، فلک. فلک. بله بله، یکی از افلاک میشه فلک. شما هم اهل جدولی؟ اهل جدول که خب میشه گفت. من اصالتا شهرستانی هم، ولی خب سالهاست که تهران زندگی میکنم. معلومه لهجه نداری. اتاق میخواستین؟ بله اگه لطف کنید. بله شناسنامتون رو محبت کنین، این پرسشنامه رو پر کن. ببخشید من الان با این ببخشید. ایراد نداره، بفرمین شناسنامه. ببخش، خواهش میکنم راحت باشیم. بله شما حالتون خوبه؟ من بله بله خوبم. خوب خوبه که خوبه. حمزه کی؟
ببخشید من میتونم پر کنم. ای حمزه خدا خفت نکنی، تو چرا این شکلی شدی؟ قلبم ریخ. یعنی چی؟ این ریش و سیبیلا را کجا وردی؟ خانم خون مال خود بای اصلا بهت نمیاد. حمزه تو من مسخره کردی یا از اون ور زنی میزنی میگی من عروسیم چهار روز دیگه میام، از این ور این شکلی خودتو درست میکنی با این لباسا و این... وای من وای 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 خیلی خندیدم. ها 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 خانم شما حالا عروسی خوش گذشت؟ عروسی کی؟ ای فامیلتون دیگه. برو برو موزی. بله. برو لباساتو عوض کن، باید بری کلی کار انجام بدی. مستراها رفتی تفریح کردی، یاد مستراها نبودی. بعد باید بری اتاقا رو تمیز کنی، بعد راه رو تمیز کنی، آنکات رو باید بکنی. من اصلا تو آنکات کردن خوب نیستم، عمو جانم یه عالمه کار باید داشت. بودو بودو برو لباساتو عوض کن، بیا برام تعریف کن ببینم چه خبر. خانم اگه دارین شوخی میکنین واقعا شوخی زشتیه، ولی اگه دارین جدی حرف میزنین متاسفانه باید بگم که من خیلی 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 بی نزاکت هستید. صدات هم که عوض میکنی و همچی خوب بازی میکنی، خوشتیپم کردی و شما حالتون خوبه؟ وای نه به خدا، روزی که تو رفته همه سرماخوردگی تو مونده، اصلا خوبم نمیشم. به خدا شب و خیلی صرفه میکنم. حتما به دکتر مراجعه کنین. این قلمتون، این کاغذ، خدا نگهدار. ها؟ عموجانی حمزه است، عموجانی حمزه. خانم من حمزه نیستم. بله عموجا، من میگم این حمزه است، قد و قوارش، قیافش، اصلا نگاه کنی چه شاتو که خیلی شکل حمزه. آقا که طبیعیه. خب می‌خواستی مصنوعی باشه قربان. بزمچه یه فیلم در نیار، یه کاری کردی ما بخنده، ما میکنه میکنه تو بخندی. استاد بزرگوار، من اول فکر کردم که این خانم مشکل داره، ولی الان میبینم که شما مشکل دارید. خدا نگهدار. خب چه فیلم در نیار عزیز من، چرا چی اعتراض میکنی؟ واقعا متاسفم عمو جان. عمو جان اولا کلیشش که هیچی، بعدم اینکه اصلا اون حمزه ما لهجه داره، این لهجه نداره، اون بدون لهجه نمیتونه حرف بزنه، این بزرگوار رو اینا گفت. آخ راست میگه، یادو بیداد منم عذرخواهی کنم ازش. ببخشید شناسه من لطف کنیم. ببخشید خیلی عذر میخوام، من ما اشتباه کردم، من عذرخواهی میکنم ازتون. باشه شناسه من لطف کنین خانم. من میگم که شما بیای من حمزمونو نشونتون بدم. شما تشریف داشته باشید. حمزه شما اینجاست، شما وقت شما من معطل کردین. نه نه اینجا که نیستش که، بیای من به شما نشون میدم حمزمونو. بفرمایید بفرمایید. میگی خانم اینجوری که من اینجوری سیخ واسادم که فکر کنم دارم میمیرم که اینجوری باید اینجوری واسادم میگی. نه دیگه داری میری سفر، خب منم دارم برای تای میشه، اولین بارت داری میری سفر. خب پس حرف بزنم اینجوری که بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. نه نه اینجوری نه، این که سلام علیک معقوله، فارسی معقوله. از این مدلای مجری ها، مدل مجری ها حرف بزن. ها؟ آره. خیلی خوب بودو. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، حال ببینیم اگر داریم و موجود باشد سلامی داشته باشیم، و اگر مصیبت برسد درودی داشته باشیم. حال بریم تای انبار ببینیم هرچی داشته باشیم، خدا از دو چشم کورمان کند اگر مضایقه داشته باشیم، و هرچی داشته باشیم بی مضایقه داشته باشیم برای بینندگان گرامی، و هرچی داشته باشیم بی مضایقه داشته باشیم برای شما بینندگان گرامی، و هرچی داشته باشیم با دلیل و بی دلیل درد و بلاتان بخورد تو سر هم. بله اینم آقا حمزه ما. چه شباهتی؟ گفتم که حالا به ما حق میده که ما شما رو اشتباه گرفته باشیم. منم اگه جای شما بودم مطمئنن اشتباه میگرفت. میگم اگه حمزه هم اینجا بود قطعا دیدن یه آدمی شکل خودش خیلی هیجان زده میشد، خیلی براش جالب بود. خب البته برای خود منم خیلی جالبه. حالا این آقا حمزه کجا هست؟ رفته مرخصی، یک هفته یه رفته. راستی گفتی تلفن کرد نه؟ بله گفتش که عروسیشون یه سه چهار روزی عقب افتاده، اجازه گرفت که چند وقت دیگه بمونه. خب این آقا حمزه کجا زندگی میکنه؟ همین تو هتل زندگی میکنه، هم کار میکنه هم زندگی میکنه. همینجا پیش تو هتل پیش خود ما. خب چه کارایی میکنه؟ Thank you.
صبح بخیر. اه سلام، صبح بخیر. داشتین کار حمزه رو انجام میدادی نه؟ دیگه بله دیگه، همکاریه دیگه. بله. شما صبحانه میل نمیفرمایید؟ یه قهوه کوچولو اگه زحمتی نیست. بله خواهش میکنم، تشریف بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. ببخش. درسته. با کامپیوترم بلده کار بکنه؟ با کامپیوتر فقط بازیاش. بعضی موقع هم که خب من نیستم، مسافر میاد این فرمو میده، مسافر پر میکنه، بعد من وارد کامپیوتر میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. بله خواهش میکنم. هم پرسشنامه دیگه. بله. فرداد ایرانی، خالق منظومه موش و گربه. سلام. سلام. این کلید اتاق، صورت حساب لطفا. تشریف میبرین؟ بله. چقدر زود؟ خب کارم زود انجام شد، گفتم برم بهتره. مرسیت، ببخشید اگر بعد گذشت. خواهش میکنم. نه بسیارم عالی بود. یه چند لحظه این پرینت بگیره. بله بله. بابا تو این سوء تفاهم هم که پیش من مجددن از خیلی میکنم. نه خواهش میکنم، پیش میاد به هر حال. ولی مدلمون خواست بیشتر بگیرید. بله بفرمایید. اینم خدمتش. تشکر. خیلی شب باید حمزه ما داره دن. بله. یک شب فقط حساب کردین؟ بله دیگه، شما یه شب موندین دیگه. آخر ساعت تخلیه اتاق گذشته. کسی که همزاده همزه ماه اصلا پول نباید بگیره. سلام نیکی خانم. سلام. بیا بیا ببینم چه خبر. تعریف کن. با اینقدر جات خالی بود، اینقدر من و عمو جان دلمون برای تنگ شده بود که از حساب نداره. تعریف کن ببینم. خدا منو بکشه که دارین کار منو میکنید که. حالا یه هفته کردم اینم روش، چه فرقی میکنه؟ بگو ببینم عروسی چی شد؟ عقب افتاد؟ بله عقب افتاد که عقب افتاد. آقای گلشهر نیومدن هنوز که بذارین من. عمو جان؟ عمو جان معمولاً کی میاد اگه بیا؟ بده من. بله آره آره. برو برو تو خسته ای، بری استراحت بکن و بعد. آدم نباشه غریبگی میکنه دیگه. خسته نیستم نیکی خانم که. مگه نمیگی که من تو اتوبوس خوب نمیتونم بخوابم و اینا؟ یه ها خوابم برد، این اتوبوس راحت بود که بعد من خوابیدم که. اتوبوس راحت بود که تو هم خوابیدی که. بذاری من بشورم دیگه نیکی خانم. نه دیگه حالا چیزه، تو برو دیگه. حمزه؟ بله. چرا لهجه عوض شده؟ لهجه؟ لهجه که عوض نمیشه که نیکی خانم از که. که؟ ها؟ که دلن که عوض شده که. خب حالا پس اگه خسته نیستی برای من یه چای بیار که خیلی دلم چای حمزه میخواد. چای خوبه، چای خیلی خوبه. حمزه، من تو چی چایی میخورم همیشه؟ نیکی خانم همیشه تو چی چایی میخوره که؟ تو ماگ خودم. ماگ خود. خب شکر بریزون تو. خب بعدن دیگه که تا بعد که؟ تا بعد چی؟ بعدن شکر میارم که دیگه. بدم. جاشو بلد بودم که. جاشو بلد بودم که؟ مگه قرار بود بلد نباشی که؟ حمزه میگم نکنه که این چای.
تو که نبودی یه اتفاق جالبی افتاد. یه آقای اومد اینجا همز عین سیبی که وسط با تو نصف کرده باشن، فقط یه ریش اینجوری پروفسوری داشت و موهاش هم صاف بود، ولی عین تو بود. اصلا موقعی که اومد من تعجب کردم، اول فکرم توی داری ما رو اذیت میکنی، بعد عمو جان اومد، عمو جانم فکر کرد که اون تویی، بعد بهش برخورد و رفت، بعد دوباره برگشت و اینا، ولی خیلی شبیه تو بود. جالبه، عجیبه. ها عجیبه. ها 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 ها. سلام. سلام. مسافر آوردین؟ هر وقت مسافر بیارم میتونم بیام اینجا؟ خیلی خوب، امرتون. هیچی بابا، من 4-5 روز از این رفیقمون خبر نداشتم، خواستم ببینم از سفر اومده نیومده، یه سری بزنم بهش اگر قدغنه برم. تشریف ببرین. ببخشید. بله. هیچ، بفرمایین بالا. اگه گفتی من کیم؟ علی که؟ نه بابا. مهداد که؟ نه. امیر؟ نه بابا، منم. سلام علیکم. چه رسمی شدی؟ سلام که. زود خودمونی میشی یا چته؟ این همه هوا وردی سر مالا و سوقاتی ما رو یادت رفاره؟ مسافرت که رفتم خیلی سختی کشیدم که. که؟ سوقاتی ما چی بود که قرار بود بیاری؟ چی بود که؟ یادت رفته؟ یادم رفت. دماغت میخوره؟ آره؟ ببینم زبونی تو بیار بیرون. اوه 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 اوه، ببر تو، یه نفس عمیق بکش بینم، خسخس میکنه یکم. که ببینم نمیگیری یه جورایی؟ نمیگیرم یه جورایی. که 5 تا. ها 6 تا. ها 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 ها. فعلا. بفرمایید. مزاحم کارتون نشده باشم. ببینید، من نمیخوام تو کار هتل دخالت کنم، نمیخوام فضولی کنم، کاری ندارم. اگر یه چیزی میگم بیشتر به خاطر اینکه نون و نمک این هتل رو خوردم. من توی این هتل بزرگ که نشد. نه، منظورم اینه که من تعهد دارم نسبت به دوستام. خیلی خوب، بفرمایید. این آقا حمزه شاد چیز خورش کردن، نمیدونم خدایی نکرده زبونم لال چشمتون دور معتاد شده باشه و تو جوب گرفتی. چیو؟ ببینید، میدونم که معنای گرفتین رو در لغت فارسی شما معنیش کامل میدونید، ولی در فرهنگ زبان ما عوام گرفتین به عنوان مطلب رو دریافت کردن، فهم شد. بله، هم فهم شد، هم گرفتم، هم دریافت شد. بفرمایید. خب این آقا حمزه 6 تا مورد مشکوک داره. 6 تا؟ خب شما فقط یکیشو بگی. خیلی خوب. 1، این حمزه حمزه همیشگی نیست. 2. دو نه، گفتم فقط یکیشو بگین، بقیه رو خودمون رسیدگی میکنیم. شما تشریف ببرید. پس همون 1 یادتون نره، این حمزه حمزه همیشگی نیست، زیر چشمتونه. فهم شد؟ بله، بفرمایید. سلام. سلام عمو جان. چطور؟ حمزه اومده. دلیم برش تنگ شده بود. تو چطور الان؟ عمو جان آخه خیلی عوض شده. یعنی چطور عوض شده؟ بیان. عمو جان من اصلا فکر میکنم که این حمزه نیست. خانه آقار خود. یعنی چه؟
عمو جان، اون آقایی که شکل حمزه بود، من فکر میکنم این همونه که خودشو جای حمزه جا زده. یعنی چه عمو جان؟ میگه آقا دیوونه که خودشو بیاد جای حمزه ما جا بزنه. میگه حمزه وکیله، وزیره، رئیس جمهوره، آخه بیاد خودشو جای یه کارگر مهمون خونه جا بزنه. هتل. خیلی خوب، هتل هیلتون. چرا خودشو جای اونجا بزنه؟ خب همین دیگه، ولی شما اگه ببینیش میفهمی من چی میگم. البته عمو جان، اینقدر هیچ کس و هیچ چیز جای خودش نیست که اگر یه کسی هم بیاد جای کارگر خودشو جا بزنه نباید تعجب کنه. آدم نمیدونم مردم تو زیلشو چی میگذره. خب همین دیگه، اگه این کارو کرده باشه باید بفهمیم چه نفعی براش داره، بفهمیم چرا این کارو کرده. تلفن چیز ازش نداری؟ از حمزه یه تلفن مغازه بود بغل خونهشون. این که خودم هم دارم. من شماره رو میگیرم، تو باش صحبت کنم. این چجوری؟ به کجا؟ الو سلام. سلام، من از تهران تماس میگیرم. بله بله، تهران، هتل گلشهر. ببخشید، شما از حمزه خبر دارین؟ از حمزه خبر دارین؟ ها؟ کی؟ باشه بله بله شنیدم. باشه، ممنون. ممنونم، خدا نگهدار. عمو جان، میگه دیشب را افتاده اومده تهران. خب خب من الان بیشتر نگرانش شدم. نگرانی نداره، مثلا گیروگان گرفته باشنش. نمیدونم حالا کجاست. بالا. چی شد عمو جان؟ سیگار میکشید. حمزه فقط سیگار نمیکشید، بعدم دراز کشیده بود. میگم من اصلا حمزه خستگی حالش نمیشد، حالا گفتمش بیاد پایین. آقای گلشهر بفهمید که من چای به این پر رنگی میخوردم؟ نه، خب عوضش میکنم که آقای گلشهر. لازم نیست، خوبه. نیکی خانم، شما چای میخواید که؟ نه ممنون. حمزه، برو یکی از ذخیره‌های منو بده بیار. ذخیره؟ چشم چشم. خب برو دیگه، چرا وایسادی؟ چی رو؟ ذخیره، همون کلمه که بین خودمون میگفتیم، ذخیره. منظورتون رو نمیفهمم که. ذخیره یعنی جدول کلمات متقاطع که تو روزنامه ها چاپ میشه. ذخیره دنیا و آخرت عمو جان. ببینم حمزه، تو توی الفندق شمس و القمر خیلی باهوشتر بودی یا؟ میدونستم که الفندق شمس و القمر. خب برو دیگه، چرا وایسادی؟ بله چش. کجا میذاشتی؟ جاش 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 جا. هر دفعه یه جا میذاشتم که. نه خیر، هر دفعه یه جایی نمیذاشتی، همیشه یک جا میذاشتی. من گیج شدم. کجا؟ تو انبار. انبار هم میدونستم که. کجا انبار؟ کجا؟ کنار پذیرش. کنار پذیرش. گیچم برم بیارم. حالا لازم تو گاف صندوق دست چک منو فاکتور حاجی قاسم بده بیارم. حاجی قاسم. همونجا مطمئنم بازم نمیتونه پیدا کنه. رمزش یادت رفته؟ آقای گلشهر، اینقدر مصیبت دیدم که یادم رفته که. 85. میدونستم که این گاف صندوق مثل گاف صندوق بعضی شرکت های مهندسی نیست، قدیمیه. سه بار میچرخون میره راست، شماره 85 یه بار بچرخ. میدونستم که احسنت.
میخوام عباس کنم برم؟ این دفعه باز بسیار خسته شدی؟ ببین توشو نگاه کنم اونجا دست چکتون که بله توشو نگاه کنم نگاه کنم توشو میخوام ببینی که هیچی توش نیست که به درد تو بخوره یا به درد کسی دیگه من منظورتو نفهمم که منم منظورتو رو نفهم آقای احمدی آقای احمدی یک آقای انشاءالله محترمیه که خودش جای حمزه ما جازه آقا حمزه اومد نیکی خانم عمو جان بیاین حمزه خودمون اومد حمزه خیلی جالبه ها روی کره گلگشاد زمین میونه چند میلیارد و نمیدونم چند میلیون جمعیت هیچ هم جالب نیست نیکی خانم ها این کره گلگشاد زمین با این نمیدونم چند میلیارد و نمیدونم چند میلیون جمعیت اصلا دوتا حمزه احتیاج نداره که ببخشید کره زمین احتیاج به دوتا سهراب احمدی هم نداره خب بله تازه یکیش هم زیاده به جونش هستنش همین دیگه تازه اگه زیاد نبود که خودتو تو من چال نمی کردی که نه این حمزه راست میگه معلومه که من راست میگم گلشن تازه من حرف دلمو نذارم که این آقای با این حرف زدن بی ملیتش همین دیگه با این حفظه رو بیابدهش مایده اینجا اینجوری وقت شما فکر کردین این منم آخه نه آقای احمدی تازه سر و وضعشون و لباساشون و حتی مدل موهاشون هم با تو فهم ریششون هم مثل من پروفسوری بود متا مشکی و پرپشتر ای خاک بر سر من ای خاک بر فرق سر چیه تو شده نگه همین دیگه من یه زحمت کشیدم من باشم اون وقت اینی که اینقدر با من فرق میکنه اون وقت این اومدی شما فکر کردین این منم ها حمزه بی حمزه دیگه توزه اگه از اینا نداشت که من دلم نمیسوخت که من چرت و پرت من الان دیگه چرت و پرت نمیگم دیگه این همه مدت شما میگفتین حمزه تکه حمزه لنگه نداره حمزه دومی نداره آقای بی لنگه ما فکر کردیم تو هستی داری عدا در میاری آقا گلشن من عدا در میارم اما خودم رنگ نمی کنم که من اصلا خودم شبیه کسی دیگه نمی کنم من تو الفندقل شمس بلقلم در امارات که مدیر داخلی بودم هیچکی با هیچکی من عوضی نمی گرفت دیگه وقت من دو روزی که رفتم مرخصی اومده این فکر این منم من به خودم افتخار می کنم چی افتخار میکنی؟ آقا حمزه این که آدم از خودش شرمنده نباشه این که آدم خودش باشه خیلی هم خوبه ولی عمو جان راست میگه افتخار برای چی میکنی؟ برای چی؟ خب حالا من یه چیزی گفتم دیگه حالا افتخار کردن ما انقدر اینجوری شد؟ نه عمو جان ببین منظور من اینه که افتخار ارزونش نکنی باشه بابا جان باشه این هموطنای ما به خصوص اونایی که خارج از کشورن هی رابر را افتخار میکن یارونه مختره نه هنرمنده نه دانشمنده هیچی فقط مثلا دلال پول داری و از اینا هی افتخار میکنه که ایرانی حالا ما غلط کردیم دیگه هم افتخارم نمی کنیم دیگه ولی من اگه بمیرم این کار زشتی که این آقای کرد من نمی کنم حمزه خیلی تند داری میری مثلا که یادت رفته که یه روزی دکتر حمزه بودی و کشتی اختصاصی و هواپیما و اینا نذار بگم نیکی خانم اون کار دلم بود دیگه فرق میکرد خب هرچی باشه تو هم یه بار خودت جا کسی اجازه دی که خودت نبودی حالا بذار یه قام حرف بزن خب حرفشو بزنه کسی جلوشو نگرفته این که آقای احمدی شما چرا میخواستی که خودتونو جای کارگر ساده هتل جا بزنید آقای گلشهر خواستگار همیشه باید یه چیز دماغ سوخته از خونه دختر بیان بیرون درسته منظورتون پول و خونه و ماشین و درآمد و این حرفاست دیگه کاملا درسته تا دیدیم و شنیدیم همین بوده دیگه بی پولی نه خب یه وقتا چیزای دیگه هم هست اعتیاد سوء سابقه اینا بله درسته ولی اگه اینا نباشه میشه همون پول و شغل و درآمد این چیزاست که باعث میشه به خواستگار جواب رد بدن دیگه ها حالا این ربطش چیه که خودتو میخواستی جای من جا بزنی دیگه ها آقای گلشهر من پام خواب رفته ببخشید من سهراب احمدیم مهندسم مدیر عامل یه شرکتم با یه سرمایه کلون جرمم هم شاید همینه به همین دلیلی که چون بعضم خوبه دختر به من نمیدن
من نه معتادم، نه سوء سابقه دارم، نه دزدم، نه هیچ چیز دیگه. این سرمایه کلونم ارث پدریه که من رسیده. پدر زن آینده بنده معتقده که دامادش یا باید فقیر باشه یا اگه بعضش خوبه باید از زحمت خودش به اینجا رسیده باشه، از کار جسمی، کسب بازو، کار فکری ذهنی رو کار نمیدونه. خب اینجوری دیگه، یعنی اینجوری فکر میکنه. یه آهنگره، یه مدتی توی کارگاه کار میکرد، حالا کار نمیکنه، یه کارگاه بزرگ داره و تو معاملات آهنه. من وقتی اومدم اینجا و فهمیدم که با حمزه شما شباهت دارم، خب تصمیم گرفتم که خودم رو جای حمزه جا بزنم. موضوع رو به رخساره گفتم، رخساره نام زدمه، اونم استقبال کرد، گفت آره آره خیلی فکر خوبیه. اینجوری بابا میفهمه که تو کارگری یه هتلی، بعد میره یه هتل میخره، تو رو میکنه مدیر عامل داخلی اون هتل. خب اینجوریه دیگه، داماد مستقل نمیخواد، یکی میخواد که زیر دستش باشه، خونی شاگرد باشه. معتقده که راه رسم زندگی رو فقط اون میدونه، یعنی اون بهتر از همه میدونه. خب شما اگه جای من بودین چی کار میکردین ها؟ والا اگر من جای پدر رخسار خانم بودم دختر بیکار گرساده هتل نمیدادم. آقای گلشهر لطفا به جای پدر رخسار فکر نکنین، به جای خودتون کمکم کنین. کمکت کنم که تو خودت جای یکی دیگه جا بزنی؟ ها؟ درست نیست دیگه، کلکه. بعدم اینکه شما یه جورایی دارین دروغ میگین، دارین حق بازی میکنین، یعنی دارین نقش بازی میکنین. ببینید شما میتونید فکر و ذهن و منطق اون آدم عوض کنید؟ خب نمیتونین. شاید من با این کارم بتونم چش و گوشش رو باز کنم، منطقش رو عوض کنم. ها؟ من عقلم به جایی نمیرسه. خب من فکر میکنم که البته اگه حمزه راضی باشه اشکالی نداره. واقعا کجا معلوم که اشکالی نداره؟ کجا معلوم که عاقبتش مخمسه اینشه بره هممون؟ عمو جان به دلتون بد را ندی. من به دلم بد را نمیدم، بد خودش میاد به دلم. حمزه نظر تو چیه؟ خب من کشیدم دیگه، من عاشقی رو میفهمم دیگه، یه وام عشق دیگه. حالا که شما نه نمیارین، خب منم نه نمیارم دیگه. خب پس حمزه نه نمیاره، عمو جانم به دلش بد نمیاره، یه تفریح حسابی مهمون آقای مهندس، مبارکی. الو هتل گلشهر بفهمید که. ببخشید میخوام با آقای احمدی حرف بزنم. سهراب احمدی. سلام رخسار، من خودمم، بگو چه خبر؟ خودتی یا همزادته؟ نه این دفعه خود خودمم. خب چه خبر؟ هیچ، بابام سر شب از خونه رفته بیرون، شب نمیاد. فکر کردم شاید بیاد اونجا، تعطوشو از مامان درآوردم. رفته فرودگاه استقبال یکی از رفقای قدیمیش که امشب از خارج میاد. شبم میره خونه رفیقش. ببین تو مطمئنی که اگه بیاد شب میاد؟ یعنی اگه بیاد شب میاد اینجا میمونه؟ آره آره حتما، اون باید سرگوش آب بدن رضایت نمیده. آره باشه، رخسار فقط دعا کن نقشام بگیره. خب باشه، دعا میکنم حتما. قربانت، خدافظ. خدافظ. خوش خبر باشین، رخسار خانم بود؟ بله نه خبری نیست، من میشم میرم بیرون تا فردا برمیگردم. پدر رخسار قرار بیاد هتل. کی؟ فکر میکنم فردا بعد از ظهر تا شب میاد، مطمئنا قبل از ساعت تخریب اتاقا نمیاد. خب یعنی حساب کتابشون دقیقه دقیقه دیگه. بله مولا درزش نمیره. خب با اجازه میرم بالا لباسم. خواهش میکنم. تحمل میکنی؟ خب تحمل میکنی. آره میدونم. ببین بریم کار من تموم بشه بعد بخوریم. یه کاری مونده. Thank you.
سلام، خوش اومدین، بفرمایید. سلام خانم. یه اتاق میخوام. تنهایی؟ یه اتاق یه تخته، بله. البته رو به خیابون نباشه چون من یه خورده اعصابم همچین داری که. اتاق یه تخته، بله، داری. بله بله. شما لطف کنین شناسنامتون رو بدین، پرسشنامه‌رم پر کنین. شناسنامه رو نهی بردم، کارت ملی که اشکال نداره. نه اشکال نداره. بفرمید. ممنون. مشکلی پیش اومده؟ نه نه نه، خواهش میکنم. اینجا هوا خیلی گرمه خانم. ببخشید، کولرهای ما یه دو روزیه که خراب شده ولی قراره که بیان تعمیر کنه. شما توی کافی شاپ تشریف داشته باشین تا من بگم اتاقتون رو آماده کنم. بسیار خوب. کارت ملی پیش شما میمونه؟ این بله بله میمونه. بس موضوع باشین گم بشه. متشکرم. حمزه گاومون زایید. یعنی چی گاومون زایید؟ بابا پدر رخساره اومده. نه. خب بعد سهراب نیست. آره من این که رفت بیرون که حالا چیکار باید بکنیم؟ تو کجایی الان؟ ببین هر جا هستی همونجا باش، تکون نخور از جا تا ببینیم چی میشه دیگه. کشته شدم. البته باید بگم همراه با خوش اومد تو کاروان. ببخشید اتاقتون آماده است. بفرمایید. ببخشید شما چرا مگه کارگر نداری؟ چرا اتفاقا یه کارگر خیلی زبر و زرنگ هم داریم. خب پس چرا شما زحمت میکشین بگین کارگرتون میگه؟ خب فرقی نمیکنه که آها آخه رفته بیرون خرید و اینا برای هتل بکنه، اینه که نیستش. من کارشو انجام میدم. بفرمایید. اجازه بدین خانم متن، مگه شما نگفتین که میدم اتاقتون رو تمیز کنن آماده کنن؟ من گفتم؟ من اصلا چه حرفی نزدم. شما الان گفتی میدم اتاقتون آماده کنه. آها نه، من گفت آخه شما اتاق روبه خیابون نمیخواستین. این بود که من نمیدونستم که تخلیه هست اون اتاقمون یا نه، گفتم برم ببینم تخلیه کردن یا نه. مگه شما کامپیوتر نداری؟ کامپیوتر؟ چرا کامپیوترم آخه میدونی چی، من خیلی راحت نیستم با کامپیوتر، اینه که نمیتونم ارتباط برقرار کنم، سختمه. من اهل قلمم. آه اتفاقا چون اهل قلم هستی به نظر نمیاد که با کامپیوتر آشنا نباشی، به نظرم باید کاملا وارد باشی. نه آخه ببینی من تازه اومدم اینجا توی این بوده، بعد سیستم کامپیوتریم اینم تازه را افتاده، واسه همینه که من یه ذره باش قریبم، هنوز راه نیفتادم. بفرمایید. اجازه بدین اینجا خانم، سیستم تازه است، شما هم تازه اومدین، این هتل حتما تازه است دیگه، درسته؟ به این هتل میخوره تازه باشه؟ نه هتل که تازه نیست، من تازم. آها خانم محترم شما گفتین یه کارگر داری. بله. کارگر شما رفته بیرون، درست؟ بله. میشه لطف کنیم بگی اسمش چیه؟ ببینید ما توی شناسنامه سهرابه، ولی ما یه روز میگیم سهراب یه روز میگیم حمزه. آره بعد فرقی نمیکنه اسم دیگه، یه حمزه سهراب خیلی هم هر دوش قشنگه. بفرمایید. یعنی چی خانم آدم اگه در زوج و فرده که یه روز حمزه صدا میکنه یه روز سهراب؟ نه خیلی خب، حالا اشکالی نداره، امروز چی صداش میکنی؟ خانم محترم با شما هستن، خواهش میکنم جدی باشین، امروز چی صداش میکنی؟ امروز حالا شما فرد کنید، امروز فرد چی صداش میکنید؟ آقا فرد و زوج نداره، حالا شما فکرید حمزه. شما خودتون الان گفتید حمزه. مثلا حمزه، لطف کنید کلیدو بدین بده من. نه من راه نمایم. خانم محترم اجازه بدین. آقا حمزه تشریف آوردن، میگین یه چای برای من میاره. خودم براتون میارم؟ نه 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 نه، هیچ احتیاجی نیست. چرا؟ من زیاد عجله ندارم، در ذهن بگید یه باد بزن برای من بیاره چون خیلی اینجا گرمه. بله یادتون نره. چشم. متشکرم. آخ کیفم داشت یادم بیارم.
با اجازه. نبودی ببینی صوتی چقدر داشت دارم. آقای حمزه خان هیچ راهی نداری بعد بری؟ نیکی خانم حرفی ندارم و بله اگه برم خراب میکنم دیگه. ده نده، من گفتم کارگرمون میاد باید خودتو نشون بدی، اگه نشون ندی خرابتر میشه. بگی خب همین دیگه، اگه خودم نشون ندم خرابتر میشه، اما اگه نشون بدم خرابترتر میشه دیگه. یعنی تو از سهراب احمدی کمتری، یه بار اون نقشه تو رو بازی کرده، این دفعه تو باید نقشه اونو بازی کنی. بگی نه عجب شیر تو شیر. بگی آقای سهراب احمدی خب میمادی خود نقشه خود بازی میکردی. بگی بخ حالا بچم. حالا برو نیکی خانم. بعد برم دیگه. بعد سلام. سلام آقای مهندس. بفرمایید دیگه. دست شما درد نکنه مهندس. خوب شد گفتی بیان حیاتا، اینجا احتیاج به باد بزنم نداریم، هوا خیلی خوبه. بله دیگه بفرمایید. به به چه میچسبه این چای با اجازتون منم کارای هتل انجام. کجا آقای مهندس؟ این کارای هتل رو ببرم انجام بدم دیگه، خدمات باید بدم دیگه. با اجازه بشین، میخوایم با هم حرف بزنیم. نه آخه کارای هتل مونده، باید خیلی کار دارم انجام بدم دیگه. آقای مهندس، آقای حمزه، آقا سهراب، هر کی، بشین میخوام با هم حرف بزنیم. ببینم چهرهتونم از یه حال عوض شده، درسته؟ بله دیگه، چهره عوض میشه دیگه، عوض شده دیگه، بله. آقا حمزه شما از بد راهی وارد شدین. بله دیگه، من اشتباهی بد راهی وارد شدم دیگه. من فکر کردم هرچی گنده تر باشم شما منو به دامادی بیشتر قبول میکنید دیگه. پس اون لهجه تهرونیتونم قلابی بود. اصلا لهجه مهم نیستش که، من سالها تهرانی هم. ببینم بشین کاج، شما روز اول به دختر من چی گفته بودی؟ بله دیگه، من حرف زیادی زیاد گفتم، حرف بدی که نزدم که. نه 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 اصلا حرف بدی نزد، اتفاقا خیلی هم حرفتون سنجیده بود، فقط من یادم نیست. میخوام ببینم که شما به دختر من چی گفته بودی، یادم نیست. بله من گفتم که نه این مهمه ها، شما فرمودین، شما فرمودین که دامادی که میخواین میخواین از عرق جنینش کار کرده باشه دیگه. عرق چی؟ جنین. بابا به این چی میگه؟ به این قسمت صورت چی میگه؟ بیا جلوتر، بیا جلوتر، به این چی میگه؟ بابا تو چرا اینقدر مستحصل شدی؟ بله من مستحصل شدم دیگه. مستحصل؟ مستحصل؟ ببینم روز اول یه شعری از بیدل خوندی، ما را نه زریست نه سیمی، ای دوست بس تو سلامی و زما تسلیمی، کاملش چی؟ بله این از بدون دل این شعر رو خوندم، گفتم که کاملش اینه که ای حمزه الان صدام کردن دیگه، بریم صحبت میکنیم فعلا. نه نه. کاری نداریم، صدام من باید برم این هتل رو زمین میکنم، من باید برم دیگه، بگم خدمات بدم هتل رو زمین میکنم. آقا حمزه، آقا حمزه با تون کار دارم، دارم صحبت میکنم. عرق جنی مستحسن، گند زدی؟ نه میشه نیکی خانم این عرق جنین چیه؟ بودن عرق جبین، پیشانی اینجوری عرق میکنه پاکش میکنن میگن عرق جبین. ها اینو فهم، این مستحصل جی؟ مستحصل نه مستحصل اصل. ها ها اینم فهمیدم. این بدون دل کی؟ این کیه این شعر؟ بدون دل؟ ها؟ اون بی دلت به دهلوی شاعره. دهلوی چهار تا کتاب بخون آدم شی. ها این هم فهمیدم دیگه. خب خراب شد دیگه کاملا دیگه. ببین تو خیلی
کودنی ها الان بیشتر فهمیدم چقدر کودنی. اون بنده خدا سهراب احمدی تونست حتی دقیقه یه ذره ادای تو رو در بیاره، ما باور کنیم تو ادا نمیتونی در بیاره، به چی دردی نه 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 که خانم چی داری میگی؟ اگه میتونست که شما نمیفهمیدین که اون من نیستم این منم دیگه. ما باهوش بودیم، ما هوشیار بودیم، مثل تو کودن نبودیم. آره خیلی خوب دیگه، پس شما برین الان جای سهراب احمدی بازی کنین دیگه، حالا باهوشین. هرچون بیچاره رشت و پنبه کردی. به به دیشب یه های قیب زد آقا همزه. ببخشید آقا سورا. بله دیگه، وقتی آدم با عرق جبین کار میکنه مستعصل میشه، قیبش میزنه دیگه. ببینم چند وقت اینجا کار میکنید شما؟ من خیلی وقته که کار میکنم من. من مدرک تحصیلیم چیه؟ درس خوندم، کلاس زیاد درس خوندم من. یه سوال داشتم. بله. ببین تو این مغازه‌های اطراف، این در و همسایه ها، اینا شما رو میشناسن؟ من؟ بله این آقا رجب. آقا رجب، معذرت میخوام میشن. من یاد آمد چهره دیشبا میده که ما را نظریست نه نثار سیمی، از دوست سلامی و زما تسلیمی. صبحانه میل بفرمایید، اگه میفرمایید پایین صبحانه. خیلی بامزه. باشی یه چایی میخواد بفرم با یه برش پینک. ها؟ آقا حمزه، آقا حمزه، من واقعی هم هم واقعی دیگه. بچه های این دور زمان نیست بی تجربه، نفهمن، دور از جودشون عذر میخوام، جسارتن روم به دیوار فکر میکنن که ما هم نفهم. شما ببینی آقای مهندس چقدر نفهمه با اون دختر نازنین من، که اینا فکر میکنم من اومدن اینجا پرسجو بکنم و مطمئن بشم که این کارگر درستی، آدمیه که کارشو درست انجام میده، به موقع میره، به موقع میاد، مستراح و مرتب میشوره، تخت خوابا رو درست آنکادر میکنه، ملافه ها رو به موقع عوض میکنه، بعد بگم به به آقا چه دامادی. بفرما آقای مهندس، بفرمایید دخترم رو دو دستی تقدیم شما کنم. آقا جان، پسری که امروز مهندس شرکت فلان و فلانه و فردا میشه کارگر ساده یک مسافرخونه، چجوری میشه به این اعتماد کرد؟ آدمی که با این سرعت داره رنگ عوض میکنه، این طاووس قابل اعتماده. من اومدم اینجا تو قضیه رو در بیارم، کاملا مدارک مستند و مستدر علیه این بابا گیر بیارم. بعد وقتی رفتم خون بزنم کف دست دخترم بگم آقا بفهم، این زیب و دهنو بکش دیگه، هم حرف این آدمو نزن و برای همیشه فکر و یادشو از مغزت که هیچ دفعه روزگار محف کن. نه وجدانه، نه از شما میپرسم، شما اگه جای من بودین این کار میکردی؟ شما به همچین آدم وجدانن دختر میدادی؟ ببینید حق با شما، کاملا حق با شما. این سکه دو رو داره، یک روش ریاکاریه، دروغگوییه، حق بازیه، بی صداقتیه، درست. روی دیگرش اما به نظر من دوست داشتنه، محبته، عشقه، طلبه و البته درموندگی.
سکه ای آقای مهندسم دو رو داره، یه روش مثبته یه روش منفی. من جای شما بودم با ذهن خودم روی مثبتش بیشتر بهامه دادم. حالا شما خود دانی. بله یا نه؟ خب اینم که شما میگی قابل تحمله، میشه در موردش فکر کنم.